37مین جشنواره سینمای مستقل ساندنس در پارک سیتی ایالت یوتا آغاز به کار کرد. از اونجایی که اولین روز جشنواره یک روز قبل از مراسم ادای سوگند دونالد ترامپ برپا شد، فرصتی فراهم کرد برای فیلمسازان تا نظرشون رو در مورد رئیس جمهور تازه و سیاست‌هاش بیان کنند. جشنواره فیلم ساندنس با سخنان پایه‌گذار آن رابرت ردفورد آغاز به کار کرد. ردفورد از اهمیت قصه‌گویی در فیلم گفت و اینکه باید به داستان از بعد خبرنگاری نگاه کرد و عمق ماجرا را بیرون کشید. جشنواره ساندنس امسال تحت تأثیر فراخوان به راهپیمایی اعتراضی فعالان حقوق زن، محیط زیست و دگرباشان جنسی به سیاست‌های دونالد ترامپ که در نخستین روز کاری او در گوشه و کنار این کشور برپا شد قرار گرفت. شارلیز ترون بازیگر و فیلمساز پرآوازه هم در این اعتراض شرکت کرد. او که در آفریقای جنوبی متولد شده بر مهاجر بودن خود تاکید کرد و اینکه باید تلاش کرد تا آمریکا از دنیا جدا نشود. We're going to become a nation that's so cut off from the rest of the world. The idea is that رابرت ردفورد میگوید ساندنس سیاسی نیست، اما در این حال از سینماگران میخواهد تا در مسائلی که در دنیای سیاست میگذرد موشکافی کنند. ردفورد به هنرمندان اطمینان داد که جشنواره ساندنس از آثار آنها حمایت کند. مات دیمن بازیگر برنده جایزه اسکار گفت میخواهد با رئیس جمهور جدید آمریکا در مورد دسترسی به آب سالم در سراسر جهان که سالها برایش تلاش کرده صحبت کند. بسیاری از فیلم‌های نمایش داده شده در ساندنس امسال هم پیرامون تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر محیط زیست هستند. فیلم افتتاحیه، یک ادامه ناراحت کننده، حقیقت تا قدرت، مستندی از الگور معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا بود. نخستین قسمت این مستند 10 سال پیش ساخته شده. الگور در سخنانش گفت 10 سال بعد شرایط به مراتب بدتر از قبل شده است و بحران گرمایش زمین جدی است. اما جای امیدواری است که برای آن راه حل‌هایی ارائه شده و این فیلم تمرکزش را بر راهکارهای موجود گذاشته است. از فیلم‌های داستانی که در جشنواره ساندنس به نمایش در می‌آیند می‌توان به داستان یک روح، با اسم خودت مرا صدا بزن و فیلم جنگی پرندگان زرد با شرکت جنیفر انیستن اشاره کرد. جشنواره ساندنس مدتی با مشکل قطع برق روبرو شد و اکران 3 فیلم خود را لغو کرد، اما بعد در توییتر گفت که همه چیز به حال عادی بازگشته است.